درگیری های اشایر و نظامیان مالکی و تحولات عراق تلویزیون عرافدن گزارش داد نیروهای اشایر یک خودروی حامر نظامیان مالکی را به آتش کشیدند آنها همچنین تجمع نظامیان مالکی در اتوبان را با موشک کاتیوشا هدف قرار دادند انقلابیون شورای نظامی صلاح مسیر تکرید کرکوک را به طور کامل به کنترل خود درآوردند و مانع تردد خودروهای نظامیان مالکی شدند. تلویزیون رافدین فیلمی از یک جنایت تکاندهنده نظامیان مالکی در الانبار را منتشر کرد. این فیلم صحنه را نشان می دهد که جنایتکاران جوانی از اهالی الانبار را به قتل رسانده و آتش زدند و در حالی که به رقص و پایکوبی مشغول هستند بر بالای جسدش شعارهای فرق گرایانه می دهند. کمیته حقوق بشر اتحادیه پارلمانهای بین المللی خواستار آزادی فوری دکتر احمد الالوانی نماینده پارلمان عراق شد. به گزارش تلویزیون تغییر این کمیته در پایان اجلاس خود در ژنو طی ای اعلام کرد احمد الالوانی که مسئولیت پارلمانی دارد با انگیزه انتقامگیری دستگیر شده است. زیرا که با سراحت از حقوق اهل سنت عراق حمایت کرده است. این کمیته در قطنامه خود تاکید کرده است احمد الالوانی به بازداشتگاه مخفی منتقل شده و ممکن است شکنجه شود ایادلاوی رهبر الاراقیه سیاست های سرکوبگرانه و فرقگرایانه مالکی را محکوم کرد و گفت فرق گرایی شیوه است که دولت مالکی برای بقا در قدرت اتخاذ کرده است به یفسود دولت مالکی به خوبی می داند که دموکراسی واقعی به از فرق گرایی و تنها در صورت آشتی ملی قابل تحقق است اما وی صلاحیت پیاده کردن دموکراسی را ندارد به گزارش تلویزیون العربیه جبهه متحدون اراق ابتکار عمل جدیدی را برای حل بحران الانبار پیشنهاد کرد زافر الانی سخنگوی این جبهه گفت این ابتکار عمل شامل این موارد است متوقف شدن بمباران های هوایی و توپخانه شهرها عقبنشینی ارتش از مواضع خود بازگشت دولت محلی به فلوجه اجازه دادن به نیروهای پلیس برای از سرگیری مسئولیت و توقف پیگردهای قضایی علیه فرزندان الانبار